چی خوش باشد که با بگردیم بگردی خانه رحمان بگردیم چی خوش باشد که با بگردیم بگردی خانه رحمان بگردیم عید قربان سال روز ابراهیم بزرگ بار دیگر اید قربان یا خاطره بزرگترین از خودگذشتگی و فداکاری می آید تا تاریخ بشریت را به ابراهیم بزرگ یادآور شود دهم ذوالحجه هر سال به پاس ابراهیم بزرگ همه مؤمنان را به حرکت در می آورد. گویا جهان و جهانیان به یک آن ندا می زنند. سلام بر تو باد ای ابراهیم بودشکن. حاجیان از عرفات بازگشته و خاطره سربریدن تنها جگرگوشه و فدا کردن او را برای پروردگار متعال در ازهان خود زنده می کنند گویی ابراهیم است که هر سال در مکه ظهور می کند تا تنها جگر عزیزش آرزویی که پس از سالیان دعا و نیایش چشمانش را روشن و دلش را شاد کرده بود و تنها عصای پیریش را عزیزتر از جانش را برای الله و فقط الله قربانی کند خاطر ابراهیم همه ساله در دهم زلحجه به دنیا می آید تا بشریت را از خواب غفلت بیدار سازد گویا خاطری ابراهیم زنگ بیدار باشیست در گوش عالمیان ای غنچه چون چونرگست نگران خیز کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز ای بنده خاکی تو زمانی تو زمینی صحبای یقین درکشو از دیر گمان خیز از خواب گران خواب گران خواب گران خیز از خواب گران خواب گران خواب گران, خواب گران خیز ابراهیم همه بین مسلمانان و مؤمنان واقعی می آید تا بدانها پیام هایی دهد پیام عزدت ابراهیم به نوجوانان ابراهیم نوجوان از اینکه قوم و ملتش را در گمراهی میبیند بسیار ناراحت و اندوهگین است از اعماق دلش آه دردمندانه ای بیرون می جهد. چه شده است عقلهای مردمان را الله آنها را عزیز و شریف آفریده بنگر چگونه خود را خار و زلیل در پای سنگ هایی که خود تراشیدهند می میاندازند؟ آه پروردگار من چه نادان و عبله هند این مردمان ملول شیطان در عقل های اینها لانه کرده است آه پروردگار من من باید کاری بکنم چون می بینی که نابی ناب و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه است آری ای نوجوان برومند ای ابراهیم بزرگ ای رمز دلیری و شجاعت ای نوجوانی که میخواهی نامت بر صفحات تاریخ تا ابد بدرخشد ای رمز ایمان و توحید از جای برخیز اثر انگشتت را بر ورق اصلاح و سازندگی به جهانیان نشان ده ای مرد مؤمن ثابت کن دریافته ای چرا الله تو را آفریده است پس از روزی مست و مدهوش حماقت مردم باز می گردند تا خدایان خود را شکسته و در هم کوبیده بیابند یکی را سر شکسته دیگری را گردن آن یکی را دست و دیگری را پا سنگ های سترگ و زخیم و سخره های فن و هنر را پتک و تبر گران پاره پاره کرده است شیطان دیوانوار فریاد میزند. چه کسی چنین اهانتی به خدایان ما روا داشته است چه کسی هیبت و عظمت خدایان را دریده است چه کسی جرأت کرده در مقابل خدایی بتهای ما چنین جسارتی روا دارد صدایی می آید نوجوانی که او را ابراهیم می نامند بله بله ای تاریخ گواه باش که نوجوانی ابراهیم نام چنین به پیکر تاغود تازیده است ای تاریخ تو را صد شرف که پیام بزرگ نوجوانی ابراهیم نام را به نوجوانان همسن و سال او تا روز ازل میرسانی این است این است پیام ابراهیم به همه نوجوانان بتها را بشکنید اگرچه بتتراش پدرتان باشد در راه حق و ایمان و تقوا از هیچ محراسید که الله با شماست ای نوجوانان به زمین و زمان نشان دهید دریافته ای چرا شما را الله متعال خلق نموده است ای نوجوان ابراهیم باش و دعوت توحید و یک تا پرستی را به جهانیان ابلاغ کن ای نوجوان تو عنصر سازندی جامعه می توانی باشی ای نوجوان خود را ناچیز مپندار که تو ابراهیم وار می توانی در صحنه جاودانی برای ابد بمانی ای نوجوان برخیز برخیز و بتها و تاغوتها ها را در هم شکن از آتش مترس که آن برد و سلام و سردی است و سلام و خوشبختی برای تو می باشد برخیز و دست و پای ظلم و تاغود و استبداد را در هم شکن سپس گردنت را بالا گیر و با عزت و شرف به عقل هایی که شوکه شده اند بگو از بت بزرگتان بپرسید که چه کسی خدایانتان را خار و ذلیل کرده است تبر توحید را برگردن گردن بت بزرگ آویزان کن و به عقلها ها نشان ده که بت سنگی ناچیز است و هیچ این تاغوت و دیکتاتوری که بر سواره سوار است موجودی ناتوان و بیچاره است شما این فرعون را ساخته شما ای مردمان کمر خم کرده اید تا این نمرود توانسته از بر پشت شما سوار شود برخیزید سرهایتان را بالا گیرید شما را الله متعال شرف انسانیت بخشیده است بلند شوید و کمر تاغود به زمین زنید آری بندگی تنها و تنها شایسته پروردگار جهانیان الله سبحانه و تعالی است آزاد باشید و آزادانه زندگی کنید چه خوش باشد که با بگردیم بگردی خانه رحمان بگردیم چه خوش باشد که با هاجیان بگردیم به گردی خانه رحمان بگردیم رویم به کعبت الله خانهی حق به یادو تاعتی قرآن بگردیم